ها میگم داوود عجب زویی بودا، خیلی چسبید. نگو دیگه. خب من ببر از اینجا، من رو ببر. سپر جان تبریک عرض میکنم به ما پیوستی. نه من قضیه هم کاملا فرق میکنه. چی کاملا فرق میکنه؟ سپر تو آدم خیلی پلیدی هستی، تو چطور دلت اومد با من این کارو بکنی؟ بابا قانون داره هر چیزی دیگه، نمیشه. دروغگو، تو مگه قول نده بودی منو با خودت ببری؟ مگه قول نده بود داشترات؟ قول نده بود دیگه. بابا نمیشه خیلی، اصلا شما خانوما رو راه میدن استادیوم زو؟ شما میگی استادیوم زو بابا خانوما؟ چرا راه نمیدن؟ نمیبری دیگه، نمیبری. دروغگو، خانوما رو راه میدن استادیوم. دیشب بگو دیشب نصف استادیوم زو مملو از خانوما. بله اصلا شادی مشکلی نکن تو. بله سپر تو از اول دروغ میگفتی یا خبر نشتم دیگه؟ شادی برو بیرون. اصلا این مردم میدونی خجالت نمیکشن که دروغ میگه این سگ. بله یعنی این آدم اینقدر پلید، این آدم این باید بره زیر گیوتین آدم بشه. شوهرایی رو باید کشت، سر بری، یعنی سرشو باید بزنی لب این میز، گوسفند بیاد از روش را بره. همچین بوم چقدر ما آدم های بی خودی هستیم فرهاد به نظره. شوهرای ما رو باید نه ما شوهریم. بریم بریم بریم. ولی چسبیدین کلاغ پرا؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. ورزش خوبیه. خیلی خوبه. آره. خیلی من کیف کردم. وقتی این کلاغ پرا همیشه اینجوریه؟ نه این الان تازه مسابقات محلی لوکال بود. وقتی تو پریمیر لیگ یعنی لیگ برتر کلاغ پر وقتی که بازی ها انجام میشه انقدر مردم اکسایتدن که یه سریشون اینجوریت میشه انتقالشون میدن به هاسپیتال. چی بگوه؟ چیزه یعنی اینکه من هیجان که انقدر آدم اونجا میاد که همه رو میبرن بیرون زمین. نه انقدر هیجان انگیزه که چند تا آمبولانس کنار زمینی که مردمی که هیجان زده میشن انتقال میدن به بیمارستان. بیمارستان میگم همون گریجویت یعنی بیمارستان. آه انقدر هیجان انگیزه همشون میرن بیمارستان. هی میرن بیمارستان، همشون میرن طرف بیمارستان. داوود نگوام خوش به حالش. این میگیره الان تا لنگ زور وخابه. ما بعد الان بریم سرکار اداره. من خوابم میاد. کاش ما جای سپهر بودیم. بریم بالا صبونم رو بخوریم بریم اداره دیره. بلا خلوص کنه خلوص بر. سلام آقا داوود، صبح بخیر. سلام گلیاسم بانو، این روی خوش شما به هرچی که وگویید بگرده. اصلا این روی خوش شما من از کارهای زشتی که همیشه میکنم شرمنده تر میکنه. من خجالت زده میشم به خاطر این روی خوش شما. باور بکنید همش تقصیر این رفیقای بد بیده، تقصیر این رفیقای ناباب بیده. من اغفال کرده بیدن این سپهر و فرهاد، اینا من گور بزدن. نه بله نه الان میگم آقا داوود شما دیگه متحول شدی دیگه الان. ها نه متحول شدن اینجوریه، این الان عبرته، الان عبرت بگرفتن.
و عبرت گرفتین دیگه ها؟ بله نه عبرت گرفتین. من خواستم یه چیزی بگم خدمتون آقا داوود. من دیشب یه خوابی دیدم. خواب دیدم صبح بلند شدم شما رو از خواب بیدار بکنم که شما تشریف ببرین اداره. بعد شما بیدار شدین با یه روی خوشی رو کردین و من گفتین یاسمن من دیگه سر کار نمیرم. بعد اینقدر هر دوتای خوشحال بودین. خیلی گل یاسمن بانو و گوهم شما همیشه خوابا تعبیرا خوبی شده بید. انشالله این دفعه هم خیر میده. انشالله هر که ما اینقدر با هم خوب بیدیم بهتر با دل درست یه سمنه سیر و خوریم. آقا داوود میگم شما هوا بخور. گلی اصلا من بانو من که عبرت برگرفتم عبرت گرفتن تو سرتون بخوره آقا داوود. بی زحمت اگه میشه همین الان از منزل تشریف ببریم بیرون، یه وقت ممکنه من شلو پرتون بکنم آقا داوود. یه لقمه بخوره؟ نه دیگه آقا داوود، بی زحمت تشریف ببرین. چایی نه. صبحونه. ببخشید مهتاب یه ذره هنوز از بابت این دیشب دلگیره. بله متوجه هستم. درک میکنی که؟ بله بله. بفهم بریم اداره. شما بفهم. آقا فرهاد، من حاضر بودم سیبیلامو میدادم جای آقا سپهر میبودم الان. میگم که داوود، خوش به حال این که میتونه تا لنگ زور بخواب. ببین آخه اینم شد زندگی. آخه ما صبح خروسخون بعد بریم سر کار. کاش که من جای آقا سپر بودم لودر داشته بیدم و دادم اجاره تا لنگ زور وخست بیدم. نیششم وازه تا حلقش. ببریم با بازی دیشب خیلی چسبیدا. آسعید برنامه امشب چی میدهش؟ ولم کن بابا، من دیگه حال ورزش شبانه با شما رو ندارم. دیگه نمیام با شما ورزش. میگم خانم دکتر دیشب اصای پوستش رو کنده زهر چشم رو گرفته. اصلا اینطور نیست. اتفاقا معشید خیلی هم روشن فکر و دموکراسی فکر میکنه. اصلا هم با کارهای شبانه با دوستام هیچ مخالفتی نداره. من خودم اذیت میشم، کمبود خواب اذیتم میکنه. برای که روزایی که کار میکنم شبش نخوابم، فردا صبحش حالم خرابه مثل این روز. ولی خوش به حال سپر. سپر که از حال ما اصلا خبر نداشته بید. اون نمیفهمه که ما چی بکشیم. اون میگیره تا لنگ زور میخوابه، نمیدونه ما باید صبح خروسخون بلنشیم بیایم سر کار مثل تراکتور تا زور کار بکنیم تا کی تا از غروب کار بکنیم. اون بگیره به یک خواب تو خونه. به عوضش خب ما سرخیزیم و سرخیزی مفید است. سپر هم دوست داره مثل ما باشه، یه فرد مفیدی برای جامعه باشه. من اینجوری فکر میکنم. نه خیلی حالا به کارتون برسه. سپر اصلا به نظر من آقا فراد سپر اصلا حال ما رو درک بکنه. خب میده باز چی؟ مال این که
او اصلا نگرانی از آیندهش نداشته بید به خاطر اینکه یه لودر داره اون که اجاره داده هیچ نگرانی از آیندهش داره میگیره میخوره و میخوابه کاری به این چیزا نداره ما چی؟ ما بدبخت میگم بچه ما اصلا اگه یه اتفاقی برام افتاد زمین گیر شدیم اصلا چجوری زندگیمون تامین کنیم؟ فکر کردیم؟ زن و بچه همون از گرسنگی میمیرن راست میگی آبا راست میگی بخواد تازه حالا همه اینا به کنار شما همین رئیس رو بگو همین رئیس نی؟ همین این رئیس بلند میشه صبح میاد سر کار صبح که چه عرض بکنم ساعت 11:30 ما اسمش میذاره صبح بلند میشه میاد سر کار این لنگ رو میندازه رو اون لنگ همینجور ارد میده ارد میده ما باید حمالش بکنیم این بریزه تو اون شکم صاب مردش راست میگه فرهاد من دیگه نمیتونم میکنم بعد تازه یه کلام حرف بزنی حقوق کم میکنه ده روز تاخیر دارم توبیخ رئیس ما از اون سرمایه دارای زالو صفت نی یه پارچه آقاست یعنی از اوناییست که به فکر زیر دستاشه همیشه ای جونم کتش چقدر قشنگه رئیس ای جونم ای جونم آقا داوود ای جونم آقا داوود حرفاتو شنیده نفس من بیده حرفاتو شنیده نفس من بیده این نفس من بیده جناب آقای رئیس شما خیلی وقت بیده اینجا تشیده بله حرفاتونم همه رو شنیدم همه رو شنیدم توبیخم بده بشون توبیخ کن باش باش من توبیخ کن گوش گوش من همه شما رو درک میکنم من خودم از صفر شروع کردم اول زندگیم از پایین شروع کردم اومدم بالا همه شما رو درک میکنم و میدونم که نگران پیری و از کار افتادگی هست به همین دلیل به همین دلیل که بدونین چقدر به فکرتون هستم اون پروژه مسکونکاران رو که این فرهاد عزیز نقششو کشیده مجتمع مسکونی تصمیم گرفتم یکی یک دونه آپارتمان شیک به هر کدومتون بدم نگران پولشم نباشین به طریقه تعاونی در اقساط طویل المدت ازتون کم میشه حداقل یک پشتوانه‌ای برای پیری و از کار افتادگی براتون هست خیالتون راحت باشه بدونین که من به فکر شماها هستم معرفت خیالتون راحت باشه مردونگی جگر من میدونی این نیست که من بیام پاما اینجا دراز کنم و فقط بخورم بخوابم همه شما رو دوست دارم مرسی ولی امروز دیگه باید دست شما رو بزنید آقا ببینید من وظیفه رو انجام دادم آقا تو رو خدا آقا من آقا چیه؟ این نقشه همون برجیه که آپارتمان‌های ما قراره بهمون بدن. کجاست خونه ماست؟ ها عرض می‌کنم. ببین اولا که این 21 طبقه است. 21 طبقه میشه که هر طبقه دو واحده. بعد این ارتفاع حساب کن تمام تهران زیر پامونه. یعنی اون وقت تو شیک یعنی نقشه‌شو من کشیدم دیگه نقشه‌کار منه. آشپزخونه اوپن. موزاییکا همه ایتالیایی اصلا یه چیزی میگه بسید میشنوی داداش فرهاد چیزه من میگم که یعنی خب اگه اینجا حاضر شه میرین همه تونه اینجا نه من مهتاب رو از این خونهی که تمام خاطرات کودکیش توشه میبرم بیرون ما آپارتمانمون رو اجاره خواهیم داد
بله ما هم همین کار رو میکنیم، ما هم اپارتمان منو اجاره میدیم. بله گل یاسمن بانو و گوهم خواب تعبیر شده بید. بله این اپارتمانی که به ما بدن زندگی منو تغییر خواهد دید. آه یعنی چی خواهد دید آقا داوود؟ منظور از دید داد بید. ها میگم که میخوای ما هم یه طبقه شو بخریم. آره نه گیرون بیده، من اصلا فکر نمی کنم اینا فروشی باشن. بعدم در ضمن داوود جان میگه که اصلا اینا گیرونه، خیلی گیرون بیده. داوود نه تو میخوای اصلا نگران نبی، ضرر به سپهرو چیزه، من پنتاسشو میخوام. شادی خانم خیلی میبخشید جساراته، ولی پنتاس فروخته شده. ببخشید به کی؟ به ما. به شما؟ نه خیر، پس به شما. ای آقا داوود من اول گفتم. این مگه اول گفتن بچه بازیه مگه؟ دقیقاً من موافقم، من با نظر مهتاب جون دقیقاً موافقم، مگه بچه بازی به گفتن باشه؟ من به پشتیبانی شما اصلا نیازی ندارم. اینجوریه احیانا، مگه اینکه مهتاب رو از جسد من رد توی پنتاس بگیریم مال خودمه. مهتاب خانم این شادی خانم حق دارن، پنتاس رو بر خوابش رو ببینی شما. خودت خوابش رو دیدی، پنتاس مال منه مگه نه سپهر؟ آها بله شادی خانم میبینی. یه لحظه ساکت چی؟ پنتاس مال هیچ کدومتون نیست نکبتا. چی برگویدی؟ دیلاغ اگه را گاز میگیره. شما درست کردم وسط راه بخوری، یه وقت ضعف نکنی. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش نوشه جان. فرهاد جان صابونت مونده. آقا داوود دعای خیر من پشت سر شماست، شما ای مرد زندگی من آقا داوود. بله من شایسته این همه محبت شما نبیدم. فرهاد جان صابونت رو بخور، فنت نکنی. مفهومه؟ فنج یعنی ضعف. دست شما در نکن، دیگه نمیخورم. فرهاد جان میخواستم بگم که حتما یادت هست که کلید پنت هاوس رو امروز بیاری خونه واسه من. مشخصه بله. ببخشید جسارت این بخشی عمرن. آقا داوود ببینم شما چه میکنی. بله همچین از پنت هاوس هشت بلکوش کنم اینو به شوفاش خونه راضی وشد. به قیافت نمخوره اینا ملخ. کاری شما امری نداری؟ خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. آقا داوود به سلامت. خیلی پیش. فرهاد جان. آقا داوود. ببین چه قشقرقی چیه؟ آقا این میگه آپارتمان من آپارتمان تو بزرگتره. بس راست میگم به تو شد. ساکت راست میگم مگه بعد میگم بعد اصلا کی گفته بیده من باید طبقه پایین باشم؟ گلیاس من خانم گفته بیدن پنت هاوس کمتر باشه، من نمیام. بشما بمو ساکت. آقا بشین.
بشینید. من همین الان از سر پروژه دارم میام. خاک برداریش امروز تموم میشه. اصلی قراره که من برم سر ساختمون نگاه کنم ببینم چیکار کردم. آقا هممون با هم دیگه میریم. شما هم بیاین. همونجا انتخاب میکنین آقا. تموم شد. این دعوا مرافعه برای چی؟ آبروی منو چه رئیس میبرین؟ زشته باباش، زشته. جناب رئیس شما بفرمایید. ببخشید شما خودت با اینو صحبت شو به صداتون جلوی چهار تا ارباب رجوع میره خوب نیست. خب یه لحظه سکوت ببینم. باشه بس بابا سلام میده. پنت هاوس گفتید مال کیه؟ پنت هاوس یا گل یاسمن گفته بیت مال من. شما بر بابا چی میگی؟ بر تو که ستاره بودی؟ به به من نبودم؟ ببخشید تو که ستاره بودی؟ من نبودم؟ بابا چون تموم شد همین. خیلی عالی بود فرهاد. میگم داری واسه خودت یه پا چلنبه میشی یا که تا حالا واسه من اینقدر با احساس دکلمه نکرده بودی. ممنونم. خواهش میکنم. نه بابا راستی فرهاد یه چیزی رو میخواستم بهت بگم. میدونی آقا داوود قراره که اون آپارتمان رو به نام یاسمن کنه. من مطمئنم که تو هم آپارتمان رو به اسم من میکنی. نه اولا که داوود دروغ میگه، دوماً حالا اشکالی داره که مثلا آپارتمان به اسم هر دومون باشه؟ فرهاد واقعاً منو شرم، یعنی خجالت آوره. الان هر مرد روشن فکری همه چیزشو به نام زنش میکنه، مثل بابای من. ای بابای شما از کی تا حالا روشن فکر شدن؟ ببین دوباره داری شروع میکنی یا از کی تا یعنی چی؟ به بابای من میگه غیر روشن فکر؟ فرهاد تو خجالت نمیکشی؟ بابای قلمبت که آخه بابا روشن چی؟ چی؟ نه من همون چلمبه میخواستم. نه خیلی خوب مگه اینکه نه بابا جان من که آره مهتاب گوش کن واقعا ارتا برای آدم نمیمونه بابا. الو من چیکار کنیم اصلا دیگه؟ وای الو فرهاد من بعدا زنگ میزنم. اصلا دیگه برامون نمون دیگه. چی شده؟ انجی بگم یکی به من بگه که چی شده؟ آه ایچی انگار تو خاک برداری اشتباه شده. مجتمع مسکونی که بغل ما دارن میسازن باعث شده مجتمع مسکونی ما برجش تمام آخر ریخت پایین. همینجوری همین صدا بوده. مجتمع بغلی به خاطر خاک برداری اشتباه اومد پایین؟ واکی یکسان شد. خیالتون راحت باشه من مطمئن هستم که یه سوء تفاهم شده. اینم به زودی رفع میشه حتما. سوء تفاهم؟ نه خیر آقا سوء تفاهم. شما زحمت یک ساله موکل منو به هدر دادید. اون وقت میگه سوء تفاهم برجش ریخت. آقا برجش ریخت. من از تک تک شما حقشو میگیرم. شما حق ایشونو ضایع کردید. من حق یک ساله ایشونو از شما میگیرم. شما میگید برجش ریخت. نه خیر آقا شما پاتون همتون گیره اساسی هم گیره. آقا خسارتش درون آخر. آقا اگه ازتون نگیرم ولتون نمیکنم. ببخشید رئیس ما رو نبرید. من خواهش میکنم رئیس ما رو نبرید. در هر حال چی کار بس بکنیم آقا؟ رئیس من نبرید. نفس من نبرید. نگران نباش. اگه میخواید ببرید باید منم ببرید. نگران نباش داوود جان. من مسئولیت همه چیزو میپذیرم. خیالتون راحت باشه. نفس من میدهید. خب بفرمایید. ببین آقا جان من کاپیتان یک کشتی هستم. تا لحظه ای که کلیه همکارانم از اینجا بیرون نرم امکان نداره من کشتیم و محل کارم رو ترک کنم. بفرمایید آقای بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. نگران نباشید آقا. آقا نگران نباشید. حل میشه. نفس من بده. آقا نگران نباشید داوود جان. حل میشه. بفرمایید. حل میشه عزیزم. نگران نباشید.
نگران نباشید، حل میشه. شما هم بفرمایید من میام. میخواد تشنشه، خبیده، گشنشه. چیه این؟ خرگوشه. ها؟ خرگوش. نه متاسفم، این جغد شاختار شما باختی. این کجاست جغد شاختاره؟ نه دیگه شاختاره دیگه. پر نوکش رو اگه راست میگی. نوکشو تو یه سانحه از دست داد. متقلب، من دیگه با تو بازی نمیکنم. یعنی چی با ما بازی نمیکنم؟ این جغد شاختاره. بعد چطور این مار تو این کجاش مار چنبر زده؟ یا مار چنبر میزنه شکلی میشه دیگه، میشه مار چنبر زده. نه شدیم 4-2. سه دو چهار دو سه دو چهار دو سه دو چهار دو سه دو. خب باشه، اصلا چرا ما اینجوری دارم؟ سه دو چهار دو. خب باختی. اه خب چیه دیگه، خودم جرسنی میکنی سپه؟ میخنده یا رفته. ای بابا چرا روشن کردی؟ چراغو چرا روشن کردی؟ داری سایه بازی میکنی؟ بابا به من چه آخه؟ عجیبه. چی شده؟ ای بابا چی شده؟ از اداره اخراجش کردن؟ اختلاس کرده؟ زنگ گرفته؟ کجا اختلاس کرده بوده؟ کجا از اداره اخراج شده؟ ای بابا پس چی شده؟ تایم کم آوردی؟ نکنه دوباره میخواه از این برنامه تکراری ها پخش کنن، بگی نوزاد رو پخش کنن. نه بابا، اون برجی که ما میخواستیم بسازیم رفتن خاک برداری کنن. اون بابا اون برج بغلیش اومده پایین. خب من مگه من خاک بر میخوام. یعنی چی؟ آقا داوود شما خیلی بیجنمی، اون پنتاس تو سرتون بخوره. من چی کارم ایدم آخه؟ من چی کارم ایدم؟ هیچی؟ من از اولش هم میدونستم شما هیچی نمیشین. بابا آخه تقصیر این آرشیتکت بیلیاقت میده به من. چه ربطی داشتم این؟ پول از جیبتون نرفته که حالا چرا اینجوری به جون هم افتادین؟ بابا خب تمام آمال و آرزوهای منم با اون فرت ریخته پایین. برای تو غم قصه نداشتم این، بی خیال. تو لو در داشتم این، یه جانش رو میگیریم میخواست بی دیگه. ما هر روز حالا بعد صبح زود پاشیم این عصب بریم سر کار. بله بعد آرزوی تا زور خوابیدنم به گور ببریم ما. به من چه؟ من تا به من چه؟ این بیده من با من کاره. شما ناراحت نباشید، شما نیمه پر لیوانو ببینید خانم ها. از فردا دیگه از صبح تا شب شوهراتون در کنارتون هستن تا یک مدت محدودی. ناراحت نباشید. خوبه دیگه، از صبح تا شب بسید منگه سایه بازی کنید. خب چراغ رو خاموش کنیم. خب چراغ رو خاموش کنیم. پاشید جا سنده. چراغ رو خاموش کنیم. سر زنده یا سر رو چراغ رو خاموش کنیم. بری خاموش کنیم دیگه. دمون چراغ رو چراغا رو چرا خاموش نمی کنن؟ این پروانه. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ الهی من کور می شدم همچین صحنه ای رو من نمی دیدم. خدا نکنه، خدا نکنه. نفس من بیدی تو. آی رئیس شما برید بیرون، من بمونم جا شما اینجا. نه بابا من خاک برسر. ناراحت نباشین، اینا همش حل میشه. خب شما تعریف کنی ببینم خانوادتون چطورن، همه خوب هستن؟ من بگم ما زندگی نمی کنیم که. چرا؟ ما یه چشممون خون بید، یه چشممون عشق. نفس من بیدی تو. عیبی نداره آقا، عیبی نداره، اینا همه حل میشه. اتفاقا برای من لازم بود. این یه مدتی که من اینجا هستم یک چیزایی به من ثابت شده، یه چیزایی یاد گرفتم و فهمیدم که من چقدر در گلیاپوش ضعیفم. به جان شما خیلی ضعیفم آقا. من اصلا بازی نمیگیرم، همش به من میگن تو نخودی هستی، بازی نیست. گلیاپوچ؟ آره. بعد
من همش سعی کردم با کوشش و تمرین و پشت کار بتونم یه چیزایی یاد بگیرم. یاپوش به شانس جناب. نه نه ببین اسم شانس رو نیارین پشت کار. سعی کوشش. ببینین حالا من یه تیکش رو از یکی از بچه‌ها یاد گرفتم یادم داده. یه دقیقه آقا این گوشی دست. آقا ببخشید معرفی نکردم. آقای دکتر کریمی وکیل بنده هستن. حالا خدمتتون میگم اینو این گوشی دست شما باشه. ببین الان مثلا اینجوری منم بودم اینو تو تیمم ور نمیداشتم بابا خیلی زایی هست این اصلا ای جون من دیدی حالا بس من بیده حالا خوب میشه یاد میگیرم من متوجه نشدم حالا یاد میگیرم در اثر کوشش و پشت کار یاد میگیرم بله خسته شانس آورده بیدید سرتون نخورد لب میز نه دست تمرین زیاد درست میشه همش حل میشه شما خوبه ببینید من الان شما اصلا نگران من نباشید این آقای دکتر کریمی قبل از اینکه شما بیان ما با هم جلسه داشتیم کلی مدارک جمع کرده ببینین کلی مدارک جمع کرده این مدارکو که من دکتر کریمی وکیل بله وکیل پایه یک هستن شما مطمئن میدید ایشون وکیلتون بله بله وکیل پایه یک کلی داوود جان فراد جان مدارک ایشون جمع کردن که همین امروز فردا بیگناهی من ثابت میشه میام بیرون و تا این مدتم که من اینجا هستم شما برین و از زندگیتون لذت ببرید از این شانسی که بهتون خدا داده استفاده کنید آره پس من بده شما من حالا یه چند بیت شعر سرو دویدم آخه وقت ملاقات بذار بگه فرهاد جان بذار بگه دلشو نشکن خب اینا چیه برای من اوه بابا شما من داشتم شیرینی گرفتم به به آقا دست درد نکنه دست درد اینم قابل شما نداشتم دست درد نکنه مرسی چیزه کمپوت نخود چیزه نخود چیه این؟ این کمپوت نخود بید کمپوت نخود هم اگه هست؟ بله حالا مرباش هم دفعه بعد براتون میاد کمپوت نخود بررسی بله دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه اینم مخلوط آب نخود آلبالوه دست درد نکنه تو میدونی من چه چیزایی دوست دارم حالا کی میاد بیرون؟ آقا این آقای وکیل کارایی برای من کرده که همین امروز فردا کار تموم میشه و میام بیرون شما نگران نباشین الانم من باید برسم بچه‌ها یارکشی کردن تو گلو یا پوش من اون وقت بازی میمونم من با اجازهتون دیگه میرم آقای دکتر کریمی همه کارا رو کرده شما نگران نباشین خب شما کاری ندارین دیگه نه عرض نداشتیم آقا برید شما تو این مدت که دست داده برید لذت ببرید از زندگیتون نفس من بیدی قربونه دارم خدا حافظ خدا حافظ عظیم بکنم ای جون خدا حافظ جون من منه ای جون این نفس من ای جون نفس این وکیلش بود؟ بابا این خودش سه تا قاتله الو الو رفت سلام علیکم سلام قرشدی سلام آصفه چطوری؟ چیکار داری میکنی؟ دارم سوت اوتمر هیچ فیلدی تمرین میکنم اوتمر آره شما چطوری؟ رئیس چطور بود؟ اونم هم زندانه اون توه دیگه دیگه بالاخره ولی آقا فرهاد وگاه هم که فکر نمکنم بهش بد بیزرت به ما هم گفت به خودتون بد نگذرونید آخی خب آدم بالی هم ولی خوش هم اومد ازش خب حالا میخواین چی کار کنی شما؟ یه ضرب المثله برره ای هست که میگه وستی شیر و ای طوله که و در رونه تو ور چولکی حال وکو یعنی وقتی که در مقابل یه شیر درنده نمیتونی مقاومت کنی از لذت ببر حالا یعنی میخوای چیکار کنی
یعنی ما دیگه تا لنگ زور میخوابیم بخسبیم بعد شبا میریم زوبریم دری وری دری دری وری دری دری وری دری 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 وری دری وری دری 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 وری دری دری وری دری بله فرهاد پاشو میخوای بریم کو پاشو یادته مثل اون موقع ها میخوای مثل دوران نامزدیمون زندگی کنیم پاشو بله میخوای بریم با هم کو یادت دوران نامزدیمون میخوای مثل اون موقع ها زندگی کنیم پاشو پاشو فرهاد جان پاشو اومدی؟ ای وای خسته شدم چقدر آخیش فرهاد میگم خیلی خوش گذشت نه؟ بله چقدر یاد اون دورانی که با هم نامزد بودیم افتادم آخ 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 یادش بخیر میگم فرهاد از این مرخصیت باید به نحو احسن البته مرخصی اجباری که بهت خورده باید به نحو احسن استفاده کنی و من راهشو بلدم من مهتاب خانوم آخ آخ بفرمایید دستشون درد نکن خیلی قشنگ صبونه خوشگلی چطور؟ به یاد اون روزای اوائل ازدواجمون بود یادته 24 ساعته با هم دیگه بودیم بعد تو واسه من شعرگونه می سرودی؟ مهتاب من کی برا تو شعرگونه می سرودم؟ چرا می سرودی فرهاد؟ آره اینو بذار ببین اینو پیدا کردم مال اون موقع هاست ای مهتاب آسمان من حال که در خلوت دل و فراغ هجران تو سوزیدن آغازیدم و هجوم بادهای توفنده فراغ آبی آسمان قلبم را در نوردیده می باشد این شعرگونه را از اعماق قلب خون چکانم به تو من اینا رو به کسی نشون ندی بگی من گفتم من آبروم میره من کی اینا رو گفتم تازه رفتم با هزار زحمت یه عالمش رو پیدا کردم حالا میرم برات بیرم خاطرات رو بزنیم مهتاب بابا اینا رو من نگفتم من اینا رو نگو من این من نگفتم عجب بابا آخیش شماها خورده دور هم جمع باشیم و خوش بگذرونیم خوش بگذرونیم خوش بگذرونیم آره زوغ
فهمیده. خوب کرده داداشم. اینو گوش بدیم. از آن زمان که تیر مژگان تو قلب زخمی مرا نشانه گرفت و دست قدار سرنوشت ما را از یک دیگر جدا نموده و من به سربازی اعزام گردیدم. او من نه داداش فراد، چرا سرودی؟ شما اینو گفتی؟ من اینا وای آقا فراد، شما اصلا بهتون نمیاد اینقدر رومانتیک باشین اصلا. من خب اینا حالا نگاه کن، دومیشو ببین. آخه مداد رنگی های عشق من تنها یک رنگ دارد، آبی آبی آبی. من خب من فرهاد خیلی طنزه، اصلا روحیه طنزه، خیلی شوخیه. طنز چیه؟ خب آره من اصلا اینا رو برای همین خنده گفتم دیگه، طنزه اینا. آقا امشب زوبه راهه ها. خیلی آره به سلامتی داوو. بله میگم به تو خوش داره میگذره. به جان آقا فرهاد، امروز بهترین روز زندگیم بوده. تا 10 دقیقه پیش که خسبیده بیدم، صبحونم که تو رخت خواب خور دویدم، الانم که خدمت شما رسیدیم مهمونی، الانم چرا چیز نمیخوری منم؟ خب یه چیز شما چه جوری داره میگذره؟ منم عالی، خیلی خوبم، خوش گذشته. از صبح مهتاب خیلی بهم رسیده، قیافت بد داد میزنه، دلم به حال جفتتون میسوزه، تازه اولشه. خیلی خوب بود. در دریای اشکم تا ساحل غم شنا کردم. یاد این کامیونا تو جاده افتادم. میگم این شادی خانم امروز مثل که یه خورده ناخوشن. نه من برم ببینم چی شده. آره دیگه بابا بریم. چیزه خوش اومدید. آزو یادتون نه؟ نه باشه شب میرزا. خداحافظ خداحافظ. خداحافظ. آخه. ای وای. آخه ایش. به این میگن زندگی فرهاد. بله باید موافقم، استراحت مطلق. یاد اون دوران نامزدیمون افتاده فرهادا. یادته چقدر پارک میرفتیم، سینما میرفتیم، چقدر دعوتمون میکردن. بله یادم همه رو. میگم فرهاد، این که از شرکت این بلا سر شرکتتون اومده ها، این میتونه یه نشانه باشه واسه ما که بفهمیم چقدر از همدیگه دور شدیم. آره میتونیم بفهمیم و ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، یه پلی بسازیم که بیشتر به هم نزدیک شیم. میسازیم پل میسازیم. آره. خب پس باشه بریم کوه. بله بریم کوه دیگه. مهتاب من خسته در به داغونم، کوه چه؟ ما صبح کوه بودیم. ای فرهاد خان یادت نیست که اون اوایل ازدواجمون 3 بارم در روز کوه میرفتیم؟ اون موقع مهتاب من جوانتر بودم، اصلا ماجرا با الان فرق میکرد. من خسته و کوفتم. نه خیر فرهاد، چرا دروغ میگی الکی؟ بگو که دیگه از این زندگی خسته شدم. بگو که این زندگی واسه یک نواخ شده، اینو بگو. این چه ربطی به زندگی داره؟ من جوانتر بودم اون موقع، خسته نمیشدم. کو فرهادی که میگفتش که بریم کو که غروب خورشید رو بر ستیق کوهای برف به فلک کشیده رو ببینیم. ها تو دیگه نیستی اون فرهاد. من بابا این چه ربطی اصلا به ستیق فلک کشیده داره؟ اصلا میدونی چیه؟ بین ما همه چیز تموم شد فرهاد، دیگه عشقی نمونده. خیلی خوب میریم کو. پاش بریم کو. پاشو بریم کو. خیلی خوب. من میدونستم که تو همون فرهادی که میگفتی که ای خورشید من، تو در غرب غروب میکنی و در شرق شروق. من میرم لباس رو میچشم. من اینو دیگه من نگفتم. من اینو نگفت، اینا رو من نگفت. گل یاسمن
وگاهم چقدر خوبه که ما پیش هم بیدیم تو خونه. نه خیلی داره به من خوش میگذره. من خیلی موافقم. میگم این آقا فرهادم خیلی چلنبه بودم ما خبر نداشتیم. نریاسه من اصلا کلن آدم های برره همشون یه جورایی رگ چلنبگی داشته بیدن از نوع رومانتیک وگو. اما میگه آقا داوود حالا به این باورچین رو ببینیم الان شروع میشه. چی هست؟ به آقا داوود یه سریالی از خیلی آموزنده. اون وقت هر قسمتش دارای ظرافت‌های بسیار زیادیه و غیر از اون میتونه خیلی درس خوبی باشه برای زوج‌های جوان. من دیدن این برنامه رو به همه شما خانواده‌ها توصیه میکنم. حالا دیگه چه خبر آقا داوود؟ میگم این سلامتی. خدای شکر مهتاب خانم راست میگن و من همین روزا یاد روزای اول ازدواجمون افتادم. حتی شما از اون روزای اول ازدواجمون ها الان چلنبه‌ترین از اون موقع حتی. بله و من قول خواهم داد هر روز بر چلنبگی من افزوده خواهد شد. میگم آقا داوود حالا به یاد روزای اول ازدواجمون میگم شما پاشین به ظرفا رو بشورین. من؟ بله. خب آقا داوود شما هر روز از سرکار تشریف می آوردین خونه خسته بودین دیگه. نه حالا دیگه تا لنگ زار ماشالله گرفتین خوابیدین حالا تشریف ببرین ظرفا رو بشورین. آخه من آقا داوود میگم همینجوری که دارین تشریف میبرین این سر راتون هم یه چند تا لباس بی زحمت اونا رو هم بشورین دستون درد نکنین. یعنی برم من؟ بله دیگه تشریف ببریم. چقدر عالی بود، خیلی خوب بود. ای وای، میگم فرهاد غروب آفتاب واقعا تو کوه دیدنی بودا امروز. چقدر رویایی. کوله منم در زمین بذار تو کمد. پس چرا حاضر نیستی؟ بله؟ حاضر نیستی چرا؟ برو زود بپوش میخوایم بریم. برای که چی؟ آقا سپر من ببینم امشب اصلا حالم مساعد نیست. این جزایر لانگر هاوس هم درد میکنه. اگه بشه فردا بریم. اون موقع که مصدومیت نداشتی چجوری بازی میکردی؟ حالا که مصدومی برو بابا یه خواب. من چجوری بازی میکردم با که مصدوم نداشتم؟ داوود چطوری؟ تو هم که حاضر نیستی که برو لباس تو بوش بریم. سلام. من امشب خیلی حالم بد بید. آستریکس معدم درد مکوله. ای بابا چقدر شماها بدشانسیم. اون فرهادم که مصدوم شده شب تعطیلتون خیلی بدشانسیم. خیلی ما از آدم های بدشانسی بدیم. خیلی بله. خیلی شما بفرمایید. شما بفرمایید برید زو. من با آقا فرهاد یه شب قرار میذاریم میاییم خدمتتون. آره شما برید بکشید حریفا رو، برید بکشید همه رو. خوردشون میکنم. آره قوی برو. نابودشون میکنم. شما برید. اما هست آقا داوود. آقا داوود. آقا داوودو سلام علیکم. ببخشید من بیدارتون کردم. خدمتتون عرض بکنم که من یه فکری کردم، یه پیشنهادی دارم خیلی عالی خیلی خوب که ما به نحو احسن بتونیم از این مرخصی اجباری شما استفاده کنیم دیگه.
چه پیشنهاد داشته بودی؟ بر من میخواستم پیشنهاد کنم که خونه تکونی ایدو دیگه به سلامتی با امید خدا دیگه از امروز شروع کنیم با اجازتون. گلی اصلا من امروز 18 دی یه تازه آقای خونه تکونی ایدو. خب میگم که حالا مگه چه اشکالی داره ما یکم از کارامون جلو بیفتیم؟ تنبلی نکنین دیگه آقا داوود. ببینین من دست تنها، آخه من دست تنها چیکار بکنم؟ اما یه زن دست تنها چه جوری این وسیله ها رو جابجا بکنم توی خونه؟ شما ماشاءالله قویین، پرزورین، اصلا چلون بگه همینجوری از صورت شما میبار، آدم حظ میکنه شما رو میبینی. مردی آقا داوود. راست میگی. بله. البته اینایی که شما میفرمایید مال حالا نبید. من اصلا از همون عنفوان کودکی من اینقدر قدرتمند بیدم و قوی بیدم. میگم که شما بی زحمت او کمد رو بردار دنبال من بیا. خب بله چشم. این کمد نونو خوش که بابا اینا نونو خوش بوده. اینا رو گذاشته بودم که علی کاظمی ببرم. دست درد نکنه. عبدالی هم میخواد دعواشون شد منم به هیچ که ندادم. دست شما درد نکنه. تو ببر بفروش بابا اینا را. دست درد مال خودت. سلام. سلام بابا. من تاکران. چطوری بابا؟ خوبی بابا. چه عجب این برای خیلی وقت پیداتون نیست. خود چیزا نمینویسه. کی؟ این نویسنده نمینویسه اینه که این کمه، من هم کم هستم. من رفتم باش صحبت کردم. صحبت کردم، توجیه کردمش. پا اینجوری توجیه میشه؟ خوب توجیه شد. پیمان قاسم خانی با اینا توجیه میشه. خوب توجیه. کجای اون کتا کلا؟ فرهاد داره میاد. فرهاد؟ کجا؟ سلام علیکم. اینه فرهاد. احوال شما؟ چرا کجا؟ دیگه حالش کج شده، صندل ورت بریده. دونم والله. کجا بودی بابا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خدای قربان. جای شما خدا رفته بودیم کوه. رفتن کوه؟ آره. مگه امروز تعطیل بوده؟ نه، شرکت فرهادینا تعطیله. البته به طور موقت. موقت ها. به هم خیال باش. جایی که این کتا کلا کار بکنه، سه روزه تعطیله. داماد سر خونه بدی. کم نبید که بیکار علاف هم شدی. البته آقا چی جالب، امروز روز جهانی بیکاری هم هست. انجمن حمایت از بیکاران. لابده بعد ایدی بدم لابد. نه دیگه آقا، شما لازم نیست به ما ایدی بدین. من حالا باید به شما کمک کنم که فلک زده بیچاره بیکاری بدبخ شدی. بده به بدبخ کنه دارم. بیکاره بیچاره بدبخ شدی. خب از خوب شد. این کتاکلا رو زمین صافش نمیتونه را بره. کوه برده اینه چی کار؟ میدونی توقرال این چند روز که فرهاد پیش من تو خونه بود یاد اون روزای نامزدی افتادم. واسه همه این با همدیگه رفتیم کوه که فرهاد توی طلوع خورشید واسه من دکلمه کنه. چی؟ من خلمو که لوگوش بر تو دکلمه کن بابا. این من قشنگ دکلمه کرد بابا. من دکلمه هم کرد. چی گفت حالا؟ گفتش که طلوع خورشید در مقابل مهتاب من کورسوی کمرنگ همچو شمع گریان می باشد. من اینا رو نگفتم، دروغ میگه. من چه؟ گوشو که حالا معهبه که این بیل که بذارم تو ملاجت. بابا من نه، من بابا من اینا رو من اینا رو نگفتم. دو من کی این کارو من نکردم. من نگو. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خوبید آقا فرهاد. شما قربون شما. شما خوبین؟ سلامت باشین. نام خوبه. آشغال میبری پایین؟ من نه، اینا لباسایی که شسته بیدم چیز یعنی به گل یاسمن شسته بی دارم میبرم پایین ولو کنم. یعنی گل یاسمن بیاد پایین بره اینا رو ولو کنم. من چیزه میام به یاد دوران خوش اوائل ازدواجمون. بله. هی میریم کوه.
با مهتاب. خیلی خوش داره میگذره، خیلی زندگیه قشنگی، درجه یکی شده. بله همچین میشون شما. بله خوب هستی؟ خیلی متشکرم، سلامت باشید. ما هم که دیگه ترجیح داده بیدیم تو خونه بمونیم، یه مقدار خونه تکانی در روابط و ازدواجمون داشته باشیم. آه. با گلیاس من آخه. بله شما پس همه چی خوبه. آه چه زندگی قشنگی ما داشته بیدیم الان. خیلی خوب. بفرمین در خدمت باشیم. خدمت از ماست. شکر من در خدمتتون باشم. میگم آقای داوود خان. بله. بعد بریم یه سری زندان به رئیس بزنیم. بله برنامه خیلی موافق بودم. من در خدمت شما. قربونت برم. بله. بفرمایید تو. خیلی ممنون. خوشحال شدم. قربونت برم. خدا نگهدار. دست من پوست انداخت یاسمن. خیلی مخلصی. چطورین شما؟ خوبی؟ چه خبرا؟ نفس معنی میده. آه چطوری داوود جان؟ فرهاد خوبی؟ من چی بگوه؟ برای بچه ها چطورن؟ بخوبن همه. ای چون ما؟ چه خبر؟ ای چی سلامتی؟ شما کارتون حل شد بش میاریم بیرون؟ اینجا بعدم زیاد نی آدم کلی حال نمی کنه. به جان تو آدم های بدبخت بدکار پولدارایی که همه مفلس شدن همه اینجان، آدم کلی ازشون حال نمی کنه و باشون حرف میزنه و چیز یاد میگیره. تو میری نمیدونی کرشونم من. و گفتی تمری؟ آره تمری به قرآن کرتونم. تمری چی بوده؟ تمری همین کفترها دیگه. تمری یعنی خدایی نکرده تو بمیری. کسی که آدم دوست داره میگه تمری. من نو کرده چی من بیدم. حالا مشکل شما چی حل ده؟ والا ببین در عرض این یکی دو ماه این دکتر کریمی یه کارهایی واسه ما کرده. یکی دو ماه دیگه تو حل نمیشه. تو این یکی دو ماه یه کارهایی واسه ما میکنه دیگه. شما نگران نباشین. الان بچه ها یارکشی کرده بودن تیم بدبخت ها با تیم بدهکار ها. تو میری من قسمت بدهکارا هستم. اینه که برن به بازی برسم. ای کاری ندارین ها تو میری زد زیاد ما بریم دیگه. زد زیاد یعنی خداحافظ شما. خداحافظ. بریم سلام منم برسونی. نگران نباشین به زودی در میام. بله بله. زد زیاد وگو زد زیاد چی بید؟ الو زد الو این پنج دقیقه یاز خط میشه. زد زیاد نه چکار ما. سلام عرض کردم. سلام علیکم. بد نگذره یه وقت. نیشتا ببند شکوش. این از نتایج صحبت کردن با نویسنده است. ببین چه نتایج خوبی داره. بله. خب آقایان علاف بیکار چه خبر احوال؟ بیکاریتون تمام نشد؟ شرکت باز نشد؟ دیگه تو همین یکی دو روز دیگه. ها بابا یه دو سه ماهی حالا فعلا حالا ما بیکاری بیدیم. عرض به حضورتون رفته بودیم دیدن آقای رئیس، میگفتش دو سه ماهی طول بکشه. واخه یه برج آورده بید پایین برای جمع کردن حق و زمان من. من چی باید بگم؟ عمر دروغ بگفتم. چی باید بگم؟ لال شو. هم خجالت نمی کشین شما؟ دو تا بدبره بیکار علاف انگل اجتماع الان بیکار میگردین راست راست، فردا را میفتین تو خیابونا معتاد میشین، میفته گوشه سرتون به گور میشه. حیفه این دو تا طفل معصوم که
گیر شما بدبرری انگل اجتماع افتاده. میرین معتاد میشین بعد میرین بالا سر زنتون حوار میشین که پول بده ما خرج اعتیادمون کنیم. خفه شو حرف نزن. پول نمیده وسایل خونه رو میفروشید خرج اعتیاد نکبتتون میکنیم. فردا هم دست رو زنتون بلند. چی؟ دست رو زنت بلند میکنی؟ ماما تو غلط میکنی. من قلم پای تو رو خرد میکنم. اجازه بده آقا اوغلان من توضیح خدمت خفه شو. خفه شو تو زدم تو کمرت. من هر بس میگم که پس چیز دیگه هم کار میکنیم دیگه. آره خیلی خوش میگذره. حتما خوشش میگذره. سلام علیکم. فرهاد ما من و یاسمن تصمیم گرفتیم که بریم سینما. بله با هم بریم سینما. عجب. من خیلی متاسفم برای اینکه یه مقدار باید اینجور تفریحات رو فراموش کنین فعلا، برای اینکه معلوم نیست رئیس ما کی از زندان بیان بیرون. وای چقدر عالی. نه مدام خانوم خیلی خوش میگذره. بله گل یاسمن خانوم شما بهتره مختون یه مقدار به کار بندازید. ها وقتی رئیس از زندان نیاد بیرون یعنی اینکه ما حقوق نداریم زندگی کنیم. سیب خورد میکنی؟ بله مخ آکبن. چطور شو؟ هیچه خودم هم یاسمن چرا نمیاد؟ میگم مهتاب از فردا صبح بعد نوچوفسکومونو بدون سیب بخوریم خاطر صرف جویی. الان هم این نخودار رو نری زمین هدر نده. سلام علیکم آقا داوود. مژده بدی مشکل ما حل شد. مگه چی شده؟ پدر خوندم همیشه میگفتن که هر موقع خواستی بری سرکار بیا پیش خودم. الان باهاشون تماس گرفتم گفتن که خیلی خوشحال شدن. اینا گفتن حتما تشریف بیاری اونجا از فردا من میشم مشتیشون. چه خوب. خیلی بی خود. هیچ مرد برره اجازه نبده زنش مال همیشه بره سرکار. چشم. ولی خیلی حیف شد و ماهی 200,000 تومن میدادن. 200,000 تومن چقدر؟ 200,000 تومن. البته چی باید بگم؟ خب از طرفی خیلی بده که آدم حرف پدر خوندش رو زمین بندازه. خیلی بده. خیلی کار زشت. خیلی بده. بزرگتره. من الان بود بگم. بله بزرگتره. حرف بزرگتر نباید زمین انداخت. بله. بله. شما پیش پدر خوندت هم که باشی من خیالم راحت بیده. بله. بله. خب خیلی. یادم اومد چقدر به من از این رادیو زنگ زدن. هی میگفتن که بیا برای بچه ها تو رادیو یاسمنگولا بخون. من رد کردم. مهتا؟ پولم میدن؟ با فرهاد معلومه که پول میدن. یعنی خیلی؟ آره. من به نظرم کار کردن زن و مرد نداره. زن و مرد باید دوش به دوش هم دیگه خصوصا در شرایط سخت کار بکنه. وای فرهاد من واقعا به این طرز تفکر تو و به تو افتخار میکنم. برم زنگ بزنم. آره مهتاب بهشون بگو موقتا من از زمانی که برم سر کار دیگه نمیخوام شما بری سر کار. منم همینطورا. آقا داوود من واقعا شیفته این قاطعیت شما. من برم زنگ بزنم. داوود میگم از فردا که خانوما میرن سر کار میتونیم بریم زو؟ فکرم خوش ویزره ها. داری داری.
خب با دیگه من خسته شدم از دستتون، ببریم زودی که آمده نیست هیچ وقت. حاضر شو، خب دیره. فرهاد این خزعبلات رو تو جدی گفتی؟ کدوم ها رو؟ شرگونه، شرق، شروق، بابا من ترق، تروق. من نمیخوام ببینم جدی، یعنی تو یه زمانی برای مهتاب من دیوونه ای، تو بچه ای بری بری. من اینا رو میگم بری بود. من اینا رو نگفتم داوود، من اینا رو نگفتم بی خدا، این نگفتم بی همه اینا رو من خود من اینا رو نگفتم بابا، من گفتم بی تو نگفتی می تو که منم فکر کردم از دست داری میری. بریم حرف بزنی ستون فقرات تو میشکنم. بیام بریم. خب حرف نزن، بگر کن جواب تو بدم. باشه. حرف نمیزنی؟ نه. داوود ها برو شرق شروع. برو. من اینا رو نگفتم بابا، ای من اینا رو نگفتم بابا. ای سلام علیکم. صبح دیدم که مهتاب خانم و یاسمن خانم داشتن میرفتن سر کار، درسته؟ بله درسته، سر کار میرفتن. اون وقت شما دوتا انگل اجتماع حلو بکاری؟ نه تو همین یکی دو روزه حله. بله همین یکی دو روزه حله. بله الان داری میری دنبال کار دیگه؟ نه الان داری میریم زوب. حرف بدی زده لال شو. آقا سفر جانم، شما اگر اجازه بفرمایید من یک لحظاتی این دو تا برره‌ای الدنگ انگل اجتماع را ادب کنم. خواهش می‌کنم، بیل در اختیار و ایشون هم در اختیار شما. این آقایون با اجازه. من تو حاضر وایسا. ماما وایسا. عملی سپهرم داره با ما میاد. سپهر لودر دارم، تو چی داری؟ بایتا ببینم. و این سزای مردان بیخیال و بیمسئولیته. بگیرم من تو خودو با بری بایتا. کجا رفتن دوتا؟ برای من شرگونه میگم. شرگونه میگیم. نگاه کن یاد بگیم. چند شد سپر جان؟ 126 به 12. 124 بود. 126. 124 شاده نه. 124 بزرگتر حرف نمگو. 148 به هیچ. حرف نمگو. حالا که اینطوره. تو هیچ وگو. حرف بزد به من. بیا. بگیم یاد گرفتی؟ من این میگه یاد گرفتی؟ این که آره اینجا نگاه بکنم، استاد این بازیه واقعا. علی چی کار داری میکنی؟ این بعد من میپاشیم هم میپاشیم بیاد اینجا. من نگاه بکن. برو شپرتوت. اینجاش بود. یه اینا رو بذارم. دستم بله زید این شیشتاشو این پشت دیگه هم دارم واسه بین شیشتا غزروف. آها رو ببینم. آها غزروف حقش بزنیم. چی برمی ازدی؟ بازگول مرد چی برمی ازدی؟ حقش به دماغ من نکنی. آقا یه چی کار دارم میکنم؟ ما داشتیم این از سپر بپرسین و شادی. دو حرفی مایه حیاتی میشه. دو حرفی آب. آها بعد چیز میشه. ما نه کاری نمی کردیم. ما الان داشتیم که بله مهتاب خانم معلومه که خدمتتون داشت چه کار میکرد. داشت یه گل دو گل بازی میکرد. خیلی هم بهش خوش میگذاشت. منم وزد این دسته. آها بله الان من متوجه شدم. تازه مهتاب یه گل دو گل بازی میکردن. یاسمن خانم تا شیفه بردن خبر نرا در بابا اصلا چه بعد میگه تا چیز. آقا داوود شاهه.
گل یاسمن گاهی ما در برره چون میدونید بالاخره ما آدا بود به بخشده شما بی زحمت ساکت چین شما خجالت نمیکشی من خسته و کوفته از سر کار میام ها غذا میذاری جلو من بله من خوب آقا داوود میدین چیه من فکر میکنم که من به عنوان نانآور خانواده باید تکلیفم یه جورایی با شما روشن کنم شما شرم نمیکنی نه من چی کار باید بکنم من بهتون خدمتتون عرض میکنم آقا داوود اینجوری بله بذارش رو گاز آب گرم شه برای چی؟ برای اینکه غذا درست کنی من از فردا میام تو این خونه باید غذای داغ جلوم بذاری میفهمی؟ بله مهتاب من غذا درست کردن بلد نیستم میزنم آشپزخونه رو منفجر میکنم یاد میگیری غذا درست کردن لباس شستن خونه رو تمیز کردن یعنی باید یاد بگیری بودو برای من غذا درست کرده مفهومه؟ بله بله اوا قنده اسلام توی رئیس جون آزاد شدی؟ خب اوا جونه اوا جونه اوا خاک پرداری ایراد نداشته پی ساختمون ایراد داشته بله باشه عزیزم فدات شم الان میام شرکت آره قربونت برم خدافظ فاک برنجم رفت کتکاری بچه هم خوبی برم رئیس چون قربونت برم ای جونم ای جونم ای جونم برم رئیس چون خیلی شرکت ای جونم ای جونم آقای رئیس ای جونم آقای رئیس خیلی خوب بابا من با بازگشایی دوباره شرکت رو زیر سایه رئیس عزیزمون تبریک میگم به خودمون تبریک میگم باز دوباره حقوق ما باز دوباره ای والله رئیس نبودی دلمون واسه تنگ شده بود واسه حقوق دادن واسه جوک گفتن خیلی باله این مدت ما نبودیم ما کار شرکت تومیری خیلی عقب افتاده باید بجنبی تکون بخورین کار شرکت نمونه اینجوری ریز حبس خیلی سخت بود سخت بود آقا رو به جون تا یه دونه کلیدار در دسترس ما بود یعنی زیر کلید ما بود وکیل من بود ریز به جون خودت آقا رو ببین صفایی کردیم این نون بعد رئیس نمیدونی ما چی کشیدیم نمیدونی ما چی کشیدیم نداره باست بجنبیم کار شرکت باست بجنبونیم چشم بفلتی رو دابوتی رو نفس نمیده ایوا جونم شما چرا اینجوری شده ایوا جونم نفس من بیده اینا چیه نفس من بیده یعنی چون رئیس شد این کیک رو من خودم درست کردم بعد خامشم خودم زدم خوب دمت گرم تو امری فردی حبستو بکشم فردی ابا جون خیلی باحالی رئیس جونم من براتون کیک نخود درست کرده بیدم خوب بعد وقت این درجه فر از دستم در ورف خوب وقت یه مقدار وارفته بید نمیدونم مال چی شیش جون داوودی ایوا جونم رئیس چون میدونی چیه این واسه اینه که چیز بلد نبود این اصلا درجه فر تو میدونی چیه این اندازه جوش شیرینش دستش نبود راست میگه خاک تو سرت کنن من چی درجه فر دستم نبود ایوا بی حیا گیس بریده دیگه دوست ندارم جون شما این مدت حالم کلید بود واسه اداره اینا رو که دیدم
توپ شدم. زد زیاد. چکرم. جونم.